درود ویژه میفرستم خدمت همه شما عزیزان و سروران. قسمت 78 دوره آموزش دیجیکالا رو با هم دیگه شروع میکنیم و در این چند قسمت پایانی این فصل قصد داریم تا بعد از بنرهای تبلیغاتی به موضوع و سرفصل جدیدی برسیم که در این چند قسمت اون رو بتونیم ببندیم و در فصل بعد، فصل جدید، بتونیم موضوع جدیدی رو با هم دیگه دنبال کنیم. من قبل از اینکه بخوام معرفی کنم کاری که میخوایم توی این قسمت انجام بدیم، یک اجرا از برنامه میگیرم با یک کنترل F5 و منتظر میشم تا وبسایت به درستی اجرا بشه. دوستان، ما باید تعدادی محصول، تعدادی فروشنده، دستبندی به صورت منظم تر بهتر وارد کنیم تا از این به بعد آموزش بتونیم در واقع خروجی هامون رو و آزمون و خطا هامون رو بهتر کنترل کنیم. به فرض مثال توی بحث فیلترها، حالا چه فیلترهای کوچیکی که میخوایم بذاریم، چه فیلترهای بزرگتری که میذاریم، چه بحث جستجو و در نهایت اون ماهیت وبسایت، اون در واقع عملکرد وبسایت و دستوراتی که ما مینویسیم، ماژول هایی که داریم برای این فروشگاه مینویسیم بهتر تست بشه. برای همین من خب بعدا خودم میام و یه سری محصول وارد میکنم. قبلا ما بحث ورود محصولات رو داشتیم، تست کردیم، مورد خاصی توش وجود نداشت. یه سری دستبندی تعریف میکنم که اینجا یه مقداری وضعیت بهتر بشه. البته دوستان، این الان طوری که من دارم میبینم یک زد ایندکس میخواد، به خاطر اینکه رفته زیر در واقع سطرهای دیگه قرار گرفته. این موضوع رو باید درست کنیم و در کل یک سری محصول جدید اضافه کنیم، فروشنده جدید، که بتونیم بهتر کار رو تست کنیم. اما در این قسمت چه کاری میخوایم انجام بدیم؟ بریم بچه ها اول از همه این موضوع رو با هم دیگه حل کنیم. یه باگی هست که خب حالا دیدیمش و نیاز هست که اون رو برطرف کنیم. من به سراغ لی‌آوت میام، در سایت لی‌آوت. بله دوستان، و میبینم که منوهای من کجا هستن. ببینید بچه ها، منو کامپوننت. خیلی خوب، من میام سراغ منو کامپوننت و مای منو ویو رو باز میکنم. اینجا ما یک در واقع مگا دراپ داون داریم. خب یک رو اینجا داریم که منو بای آیدی کامپوننت رو به ما نمایش میده. من همینجا میام به این یه استایل زد ایندکس میدم، اول ببینم مشکل ما حل میشه یا نه. مثلا زد ایندکس 1000 رو بهش میدم، یک ریبیلد انجام میدم. و منتظر میشم که انجام بشه این کار. مجدداً یه رفرشی صفحه رو بکنیم. خب میبینیم که به درستی این اتفاق نیفتاد. بیایم سراغ در واقع منو بای آیدی کامپوننت ببینیم اینجا داره چه اتفاقاتی میفته. خب من منو بای آیدی کامپوننت رو هم باز میکنم. خب دوستان اینجا نباید باشه، اجازه بدید. خب نه دیگه، این زد ایندکس رو ما باید به دایو اصلیش بدیم، اینجا بدیم. دوستان فکر میکنم اینجوری مشکل برطرف بشه. بذارید یک ریبیلد انجام بدم و یه بار دیگه با هم دیگه تست کنیم. اگر موافق باشید بله، باید به همین دایو میدادیم. بذارید من اینجا یک ریبیلد انجام بدم. خب میام بله، این درست شد و مشکلی نداره. خب حالا چرا اصرار به این داشتم؟ چون میخوام از همین دستبندی شروع کنم دیگه. من از اینجا باید محصولاتمو نشون بدم. حالا محصولات من
با حالتهای مختلفی نمایش داده میشه. ما اسلاید داریم مثل دیجیکالا که محصولات مثلا شگفت انگیز داره، حالا پرفروش داره، به صورت اسلایدی نشون میده. یک جای هم هستش که صفحه‌ای هست که در واقع یک دستبندی انتخاب میشه یا یک برندی انتخاب میشه، در یک صفحه‌ای محصولات رو زیر هم میاره که ما الان میخوایم بریم سراغ اون صفحه و این کار رو انجام بدیم. خب هر کدوم از این در واقع دسته ها که انتخاب بشه، الان ما دستبندی همون اصلا جالب نیست. میگم ما اینو درست میکنیم به خاطر اینکه تستامون در واقع حالت بهتری بگیره و خیالمون راحت بشه که یک ماژول داره به درستی کار میکنه. حالا فعلا اینا رو گذاشتیم، ولی قبل از اینکه بخوایم تست نهایی رو بگیریم، حتما یه سری دستبندی درست، برند درست، فروشنده، محصول به درستی وارد میکنیم با عکس، با گالری، که بتونیم همه کاراش رو انجام بدیم. الان میخوایم رو هر کدوم از این دسته ها که زیر دسته نهایی هست که امکان در واقع پیوند لینک داره کلیک شد، یک صفحه جدیدی باز بشه که در اون صفحه جدید ما بتونیم اون مواردی که میخوایم رو داشته باشیم. که خب اون صفحه در واقع یک سایدباری داره سمت راست که عوامل یا پارامترهای فیلتر شدن رو نشون میده و در سمت چپش هم محصول ها رو در حالا تامنیل هایی نمایش میده که ما میخوایم دقیقا همین کار رو انجام بدیم. خب دوستان، استایل هایی رو که من برای شما عزیزان گذاشتم کپی، به خاطر اینکه اگه بخوایم دیگه کد CSS اینجا بزنیم و از این کارا انجام بدیم خیلی طول میکشه و دوره بیشتر تمرکزش روی بکند هست نه طراحی قالب. اما ما داریم خودمون تیکه تیکه اینها رو اضافه میکنیم برای شما و هر جاش که نیاز به توضیح هم بود توضیح خواهیم داد به شما عزیزان. من میام توی قسمت سایت و کامنت گذاری هم از ابتدا شده که اینا به دست شما میرسه به راحتی بتونید تفکیک کنی. این هم الان من سرچ کاتگوری گذاشتم، یعنی سرچ بر اساس دستبندی. خیلی خوب، چون میخوایم صفحه دستبندی ها رو داشته باشیم، من به سراغ، خب اینجا سیو میکنم، به سراغ کور میام در اینترفیس آی تمپ. خب آی تمپ اینجا من در واقع فعلا میخوام همه محصولات رو نمایش بدم دوستان، اصلا کاری به بقیه ماجراها ندارم. دلیل چیه؟ دلیل اینه که فعلا محصولات زیادی ندارم که فیلتر با دستبندی شده باشه، فعلا همه محصولات رو میخوام بیارم، بعدن فیلترینگ رو روش اعمال کنم که فیلترهای ما در قسمت‌های مختلفی انجام میشه. اینجوری نیست که ما یک قسمت خاصی برای فیلترینگ داشته باشیم. چرا؟ به این علت که زیاده، ما فیلترهای متنوعی داریم، فیلترهای زیادی داریم که باید به همش برسیم انجام بدیم. خب ببینید چه چیزایی من دارم. من اسلایدر، بنر، چک بنر، ایمیج و اینها رو بهتره بیام مرتب کنم، یعنی رژیون بزنم، بگم مثلا این برای بنره که دیگه اینجا ببندمش، کاری باش نداشته باشم. بگم این برای اسلایدر هست. اوکی، خب این رو هم ببندم. قبلا با رژیون هم کار کردیم دیگه دوستان. این هم که خب خود دستبندی و زیر دست است. من یه رژیونی برای کتگوری میذارم، این رو هم حالا میبندم. خب اینم برای بنر بود جامون. بیا شما برو اینجا، این از این. و حالا میگم لیستی از پروداکت میخوام، میذارم get products. ببینید فعلا نمیخوام فیلتر خاصی روش انجام بشه. خب که بریم به دیزاین صفحه‌مون برسیم، بعد برمیگردیم کار میکنیم. البته من یکی دوتا محصول با عکس درست تعریف کردم و گذاشتم، اما باید اینها رو اصلاح کنیم که حالا بهش میرسیم، فقط به خاطر اینکه الان ما ببینیم به چه صورت میشه. خب دوستان، میام سراغ سرویس تمپ. سرویس تمپ عزیز ما باید یک ایمپلیمنتی روش انجام بشه. خیلی خوب، این از ایمپلیمنت. میگه به من بده اون مواردی که از محصول میخواد. میگیم آه عجله نکن، یکی یکی. context dot products، دوستان بسیار مهمه، include با چیا ارتباط داره پروداکت من؟
پروداکت من با برند ارتباط داره، با کاتگوری هم در رابطه است. خب دات تو لیست، اصلا فعلا نه اوردر گذاشتم نه شرط، هیچ، این است. خیلی خب دوستان، تا اینجا درست شد؟ من میام سراغ ظاهر ماجرا. کجاست؟ توی ویو، توی در واقع شیرد ما کامپوننت ها رو داریم. اینجا داریم منو بای آی دی، اینجا دیگه بحث نهایی ماست، درست شد؟ خب و اینجاست البته، ببخشی، ساب منو ماست. خب اینجا رو من لینک بدم، میگم میای توی هوم سرچ، همین سرچ رو میذارم سرچ. خب و بعد یه آی دی بدی فعلا، ولی من فیلتر آیدی رو نمیخوام بدم. اینجا بگیم حالا آیتم، مثلا آیدی اون دسته رو با خودت ببر دیگه، ولی فعلا همچین کاری رو نمیخوایم بکنیم. خب میام فقط میگم توی یک تارگت جدید باز کن، در واقع توی یک تب جدید باز کن، تارگتش رو بلانک میکنیم، پوزش میخوام. خب من این رو میبندم، میام به سراغ کنترلر، به سراغ هوم و اینجا حالا بذارید یه اسم بهتری براش بذارم، اون سرچ من نمیذارم، اینجا میگم سرچ کاتگوری یا سرچ بای کاتگوری. اوکی خب این است. حالا این سرچ بای کاتگوری رو از همینجا کپی بگیریم که دیگه ننویسیم، پابلیک آی اکشن ریزالت سرچ بای کاتگوری. ورودی باید آی دی اون کاتگوری رو بگیره، اما توضیح دادم فعلا کاری بهش ندارم، میگم ریترن کن ویو و اینجا هم بیا یک لیستی از پروداکت، یک لیستی از پروداکت، کجاست؟ اینجاست. خب بیا یک لیستی از پروداکت بگیر، اجازه بدید من بیام توی انتیتی ها، بله یک لیستی از پروداکت کاملا درست، میگیری به اسم مثلا products و میگی که از temp get products و این products رو میدی به view. add view، خب راست کلیک add view، میام یک razor view انتخاب میکنم و خب باید template site رو بگیره طبیعتا. بله بفرمایید. منتظر میشیم تا اسکافولدینگ برای ما این رو ایجاد کنه و بیایم کد های HTML که نیاز داریم رو بزنیم با هم دیگه. خب مدل آی نامریبل از دی جی کالا از DAL یا همون Data Access Layer dot entities dot product، اینجا میشه جستجو بر اساس دستبندی. خب دوستان من یک دایو باز میکنم، صفحه رو باید دو قسمت کنم، درسته؟ از سمت راست به اندازه کلاس سه شبکه LG Bootstrap از 12 تا، یعنی یک چهارم صفحه، چون 3 4 تا میشه 12 تا، درسته؟ یعنی صفحه من 4 تا ستایی میشه، پس من 1/4 رو روی مود LG، 1/3 رو روی مود MD و حالا برای SM و برای XS هر 12 تا رو انتخاب میکنم. اینجا کلاس میذارم، در واقع دایو جدید باز میکنم، کلاس سایدبار رپر که توی اون استایل هایی که ما اضافه کردیم وجود داره. خب و سرچ سایدبار، اجازه بدید بنویسیم سرچ
ساید بار که خب ندارم همچین کلاسی، خب نمی‌نویسم، همین ساید بار رپر درسته. خب دوستان، بعد اینجا یک در واقع باکسی ایجاد کنیم برای هر کدوم از آیتم هامون. حالا فعلا من یکیشو میذارم ولی بهتون نشون میدم توی خروجی، همین قسمت خروجی رو حتما میبینیم. میگم که باکس ساید بار من که اینجاست، توش دوباره یه دایو دیگه باز میکنم، کلاس کاتالوگ رو میدم و اینجا با ULLI کار رو حل میکنم. میخوام دسته ها رو نمایش بدم، زیر دسته ها رو. خب چی بگیم بچه ها؟ اینجا یه کلاس بیذاریم، میگیم کاتالوگ لیست. خب دسته ها رو اینجا میخوام نشون بدم، یه تگ، حالا یا یه در واقع آره یه تگ A من اینجا قرار میدم. البته تگ A بنویسیم توی در واقع میتونم استرانگ بذارم، بنویسید اشکال نداره، شاید گیر بده بهتون ولی کار میکنه، هیچ مشکلی نیست، چون بعد در واقع LI بذارید توی UL دیگه. اینجا HRFش رو میگم اشاره به شخص خاصی نکن و میتونم بهش کلاس کاتالوگ لینک بدم. من اینجا کلاس کاتالوگ لینک دارم، بله، و اسم بدم. اینجا خب میخوام سردستم باشه، میگم سردسته. خب حالا اون زیردسته هایی که انتخاب شده بودم، یعنی سایر زیردسته ها از اون جنس دسته ای که در نظر گرفته شده بود، توی اجرا دوستان الان میبینید که به چه صورت هست. من دوباره اینجا یک بذارید، من یه UL بذارم که این، ببخشید LI بذارم که این بنده خدا بیخیال ما بشه و توی این LI ها این کار رو بکنم. خب حالا بهتر شد. اینجا یه کلاس میذاریم، کلاس مور، شو مور. دوستان من داخل این اسپن های مختلفی رو خواهم داشت. خب بیاییم ببینیم چی میشه. اجازه بدید اول من یه سیف کنم، یه ریبیلد کنم، یه اجرا بگیرم، بعد دیگه واسه اجرای بعدی فکر نمی کنم ریبیلد نیاز باشه، که همزمان شما عزیزان ببینید که داره چه اتفاقی اینجا میفته. خب اوکی، من یک اجرا میگیرم از این صفحه، میام سراغ، خب میره دیگه همین، مثلا من کیف و کاور رو اگه بزنم به فرض مثال، ببینید اینجا یک باکس در واقع سفید رنگی رو ملاحظه میکنید که نوشته سردسته. حالا زیرش ببینید دوستان، من میخوام چیکار کنم زیرش. اینجا به فرض مثال اگر هر کدوم از این آیتم ها زیر دست ها انتخاب شده بود، سردستش رو به فرض مثال الان که من کیف و کاور رو انتخاب کنم، سردستش لوازم جانبی گوشی اینجا می نویسه و باقی زیر دسته هاش رو، هرچی که هست، پاور بانک، کیف و کاور، زیرش میاره. قبول. و خب میتونه خیلی راحت دسته های دیگه رو هم اونجا انتخاب کنه و محصولاتش رو ببینه. این به چه علته؟ به این علته که اگر کاربر ما به فرض مثال توی لپتاپ اومد لنوو رو انتخاب کرد، حالا اینا برند، دستبندی های ما اینجوری نیست، ولی فرض کنید یه دسته ای رو انتخاب کرد، سایر دستبندی ها، سایر زیر دسته های اون دسته رو هم در دسترسش باشه، شاید بخواد اونها رو هم بزنه، جستجو کنه، ببینه. و این یک فیلتر سریع از دستبندی ها هست که چیز جالبیه. و حالا زیر همین باکس باید برند ها باشه، فروشنده ها باشه، حالا خیلی چیزای دیگه، امکانات دیگه برای فیلتر هست که باید وجود داشته باشه. خب این سردسته یک اسمی داره که ما باید بگیریم و بنویسیم، یه زیر دسته هایی هم داره که اونها رو باید اینجا داشته باشه. من میام تگ اسپند میذارم توی این تگ اسپن خودم، میتونم حالا یه کارایی رو انجام بدم، به فرض مثال اون محصولی که در اون دستبندی که الان انتخاب شده رو بنویسم. خب دوستان چیکار کنیم، چه جوری بنویسیم؟ میگم که این اسپن من یه کلاسی داشته باشه، کاتالوگ کات آیتم، و داخلش حالا به فرض مثال ما میتونیم بنویسیم دسته انتخاب شده، و زیر این دسته انتخاب شده من UL
بهش کلاس کاتالوگ لیست رو میدم و ال آی که اینا رو دیگه باید دیتابیس بخونه بچه ها. کلاس چی میدم به ال آی ها؟ کلاسی نمیدم، بذارید توشون تگ ای بذارم، چون هر کدوم رو انتخاب کرد با حالت لینک داشته باشه. تگ ای میگم حالا به هر جا میتونی بری کلاس همون کاتالوگ لینک رو بگیر. خب و اینجا هم به فرض مثال میگیم دست زیر دسته یک، اینجا میگیم زیر دسته انتخاب شده، زیر دسته انتخاب شده. خب اوکی، زیر دسته دو سه چهار، حالا هرچی، زیر دسته دو سه ای. چرا اذیتمون میکنی؟ خب حالا شد سه و این هم چهار. خیلی خب دوستان، یه مشاهده ای بریم بکنیم ببینیم داستان از چه قرار شده. من اینجا سیو میکنم، اینجا رفرش میکنم. اوکی، اینجا دسته انتخاب شدمه و اینجا هم حالا زیر دسته هامه، زیر دسته هایی که انتخاب نشده. به فرض مثال من وقتی میام کیف و کاور رو میزنم، اینجا میشه کیف و کاور، زیر دسته انتخاب شده. لوازم جانبی گوشی میاد تو قسمت سر دسته و پاور بانک میاد توی زیر دسته یک به فرض مثال قرار میگیره، که اینجا یه دسترسی وجود داشته باشه. دیجی کالام در واقع همین کار رو انجام میده و به همین شکل دسته بندی ها رو از همون دسته ای که انتخاب شده قرار میده. اما اینها باید از دیتابیس مقدارشون رو بگیره. به چه صورت بگیره؟ این مسئله مهم ماست. خب ببینید دوستان، این صفحه که باز میشه با انتخاب یک دسته ای باز شده، یا اگر در جای دیگه ای باز میشه از یک محصولی باز میشه و محصول یک دسته ای داره. خب پس ما میایم به سراغ ورودی اکشن و آیدی میگیریم. میدونیم که این آیدی چه آیدیه؟ این آیدی آیدی اون زیر دسته است. به فرض مثال من پوزش میخوام، میام اینجا سامسونگ کیفو کاور یا حالا هر چیزی. خب پس در نتیجه من با یک ویو بگ میتونم بیام به سراغ فرستادن این آیتم، در واقع این آیدی به سطح فرم. ولی این کار رو نمی کنم بچه ها. چرا این کار رو انجام نمیدم؟ دلیل داره. به خاطر اینکه من میخوام یک نوعی به شما یاد بدم که فکر میکنم توی این دوره تا حالا نداشتیم، و اونم ارسال بیش از یک انتیتی به فرمه. ببینید ما همیشه توی فرم های خودمون، توی ویو های خودمون یک انتیتی، حالا از هر جنسی، یا هیچی نمیفرستادیم ویومون خالی بود، یا یک لیست از یک انتیتی بود، یا یک رکورد لیستی نبود، یک در واقع انتیتی بود غیر لیست که ما میفرستادیم که دیگه آینام ریبل نمیشد. الان من میخوام انتیتی های مختلف، چه لیستی چه غیر لیستی، هر جوری میخوام بفرستم به کجا؟ به در واقع سرچ بای کاتگوری، که این به مرور زمان در سطح کامل کردن ویدیوهامون کامل تر از این هم میشه. اما راهش رو میخوام به شما عزیزان نشون بدم که به چه صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب یکی از راه های حل، مثلا فرض کنید من این توضیح رو کامل کنم، ما میخوایم به این ویومون، کجاست؟ اینجاست، علاوه بر یک لیستی از پروداکت، یک لیستی هم از دستبندی بدیم. میخوایم دو تا لیست بدیم، یا میخوایم مثلا یک لیستی هم از حالا یه چیز دیگه بدیم، برند ها بدیم، بعد یک لیستی از فروشنده ها بدیم. زیاد دیگه این صفحه پرکاریه برای ما. خب قبلا اگه یادتون باشه ما با ویو کامپوننت ها کار کردیم، مثلا میگفتیم آقا اون همون لیست پروداکت باشه، اینو بیا یه کامپوننت بزن. الان دیگه نمیخوام این کارو انجام بدم. توی همچین صفحه‌ای شاید خیلی اصولی نباشه که با ویو کامپوننت کار کنم. میام سراغ ویو مدل، راه حل ساده این کار. من یک ویو مدل، یک کلاسی ایجاد میکنم و به این کلاس هم یک اسم میدم. اسمش رو چی میذارم؟ اسمش رو میذارم
سرچ کتگوری ویو مدل که بدونم این برای چه صفحه‌ایه. خیلی خوب. اینجا پابلیک میکنم. چی میگم؟ میگم این ویو مدل من شما یک لیستی از پروداکت، خب من اینجا میگم using از دیجیکالا دات دیتا اکسس دات انتیتیز باید داشته باشی. حالا اینجا میگم یک لیستی از پروداکت میخوام به اسم get یا یه چیز دیگه میذارم fill products. هیچ ورودی هم فعلا نداره. اوکی خب چی شد؟ یک لیستی از پروداکت fill products یا بذارید یه کار دیگه کنیم، بذارید پراپرتیش کنیم، این کارو نکنیم. میگم یک پراپرتی از جنس لیستی از پروداکت، حالا یه جایی ما گت نداریم ست داریم ولی من هر دوش رو میذارم، میگم این لیست پروداکت، من داشتم مثل اینترفیس کار میکردم اشتباه میکردم، اسمشو میذارم فیل پروداکت. خب دیگه چی میخوام؟ اوکی من یک لیست از چی؟ یک لیست از کتگوری هم میخوام، اسمشو میذارم فیل کتگوریز، فعلا همین دوتا. حالا میخوام یه کار جالبم بکنم براتون بچه ها. میگم یه کتگوری هم اصلا میخوام، یک کتگوری هم نیاز دارم که میگم فیل کتگوری بای آیدی. چی شد؟ آره بای آیدی. یه دونه کتگوری هم بهم بده، میگه حالتهای مختلف. حالا این ویو مدل کامل تر هم میشه، ما خیلی باش کار داریم. میام سراغ هوم کنترلر. اینجا یه دسترسی برای ویو مدل هام ایجاد میکنم، دیجیکالا دات کور دات ویو مدلز. خب این تا اینجای کار. میایم به سراغ صفحمون اینجا. دوستان عزیز من دیگه این رو نباید بدم، میام یک لیستی هم از کتگوری اینجا ایجاد میکنم، میگم کتگوریز مساویه با از temp dot get category by id. get category by id یک لیستی از کتگوری میده، من چه آیدی باید بدم؟ این آیدی که از ورودی اومد. خب دیگه چی دارم؟ یه دونه کتگوری هم دارم که این کتگوری من از temp get category. خب اینجا باید واسه یه دونه اینترفیس بنویسیم یا میتونیم یه کار دیگه کنیم. البته این میره از زیر دسته ها میارم، من سر دستش رو میخوام. خب میام یه کار دیگه میکنم بچه ها، میام اینجا سراغ اینترفیس، میام سراغ آیتم. ببینید بچه ها یه دونه لیستی از کتگوری داریم که اینو بهش نیاز نداریم، اینو میخوایم یک لیست از کتگوری ها در واقع زیر دسته هایی که آیدی داره که اگه بیایم سرویسش رو ببینیم، من اینجوری سرچ میکنم راحت وقتمون کمتر گرفته بشه، اینجاست. میگیم بیا همه زیر دسته هایی که پرنتش از ورودی میاد. خب اینم داریم، منتها من سر دستشون هم میخوام، یعنی خود در واقع این آیدی که داره میاد میخوام اینم پرنت آیدیش چیه کیه، داستان از چه قراره. دو تا کار میتونم انجام بدم. میام اینجا میگم آقا یه لیست اینجا واسه من انجام بده، یا اصلا یه کار دیگه هم بدون اینترفیس هم میتونیم بکنیم. بذارید من این روش رو بهتون یاد بدم، بگم از کتگوریز بیا برای من فایند کن چی رو. بذارید بچه کوئری بنویسم، اینجوری خیلی جالب نمیشه. بذارید همون کاری که میخواستم بکنم، میگم یه کتگوری میخوام، اسمشو میذارم get category و ورودی یک آیدی میده بهم. اوکی خب اینجا آیدیش رو چیکار کنیم، چجوری بگیریم؟ اول بذارید ایمپلیمنت کنم. تا اینجا درسته؟ خیلی خب get category یه آیدی داره میگیره، اینجا میگیم return کن از context dot category dot find کن id. این بهتر شد، save. البته بهتره یه اینکلود هم بزنیم، بگیم این کتگوری با پرنت خودش
ارتباط داره، چون اینکلود گذاشتیم میگه دیگه افاین نمیتونی اینجوری استفاده کنی. من میگم باشه فرست اور دیفالت بذار، ما که گردنمون از مو باریکتره، اشکالی نداره. بفرمایید اینجا میگیم پرنت آیدیت مساوی آیدی باشه، این خیلی مهمه. خب تا اینجا درست شد؟ پرنت آیدی که نه، در واقع باید بگیم از پرنت یا آره دیگه، باید بگیم پرنت آیدیت مساوی آیدی باشه، اینجوری درست تره. خب من سیو میکنم، یه ریبیلد انجام میدم، میاب سراغ کنترلر. بچه حالا تستم میکنیم میبینید به چه صورت چه جوری شد، ما دیگه کار زیاد داریم. خب داره خطا به اینجا میده، اشکالی نداره. من میگم از temp شما get category داری، این آیدی رو میگیری، آیدی که اومد. خب حالا view model داشتیم، میگیم وره یه اسم، مثلا میگم view model، اشکال نداره همین view model مینویسم. اوکی خب مساوی با نیو از جنس سرچ کاتگوری ویو مدل. خب حالا میگم این ویو مدلم یه دونه فیل کاتگوری داره، فیل کاتگوری چی میشه؟ میشه کاتگوریز. ویو مدلم یه دونه فیل پروداکتس داره، چی میشه؟ میشه پروداکتس. ویو مدلم یه دونه کاتگوری داره، در واقع فیل کاتگوری بای آیدی داره که اینم میشه کاتگوری خالی. و در نهایت به این ویوم که داره ریترن میشه ویو مدلم رو میدم. ببینید بچه چقدر ساده این کار انجام شد. حالا اینجا هم دیگه آینام ریبل نمیخوایم، میگیم آقا از دیجی کالا دات کور دات ویو مدل بیا سرچ ویو مدل بزن. دیگه اینجا ببینید هر جایی بخوام تو هر تعداد فور ایچ میتونم به منبع خودم هر انتیتی از هر نوعی دسترسی داشته باشم. چجوری؟ مثلا فرض کن من اینجا، فرض کنید بچه ها بذارید همینجاشو درست کنم، فرض کنید من اینجا یه دونه فور ایچ میذارم به این شکل فور ایچ، درست شد؟ میگم از مدل به فیل کاتگوریز، خب به ازای هر کدوم یه کدوم از این زیر دسته ها رو میخوام، درسته؟ اینجا میذارم زیر دسته رو، به جای این میگم از item.name. همین، من سیو میکنم. دوستان بهتر یه ریبیلد انجام بدم، فقط این رو با هم ببینیم، بعد ادامهش رو میریم در قسمت بعدی که تایممون هم بتونیم کنترل کنیم. خب نکته خیلی ارزشمندی رو یاد گرفتیم توی این قسمت، علاوه بر این که سناریو این صفحه رو گفتیم به شما عزیزان که حالا با تستایی که میکنیم کامل تر این قضیه جا میفته. خب این باید یه ورودی بگیره، الان قطعا خطا میده. من میام اینجا میزنم میگم بیا سراغ مثلا ایسر. خب چی شد؟ نیاورد چیزی رو برای من. چرا نیاورد؟ آها دلیل داره. ببینید بچه ها اینجا من توی ویو شید مای منو اینجا با آیدی رو بفرستم، اینجا میگم که @ از آیتم آیدیش رو بده. اوکی خب البته خود آیدیش رو نمیخوام، من پرنت آیدی رو میفرستم، آیدی میگم بزرگترش رو برای من بفرست. خب آیدی بزرگترش رو باید بفرسته برام که من آیدی بزرگتره رو بگیرم و بقیه کار رو انجام بدم. اجازه بدید ریبیلدمون انجام بشه. خب شد یه سرچ. من فقط این خروجی رو به شما نشون بدم بریم قسمت بعدی کارها رو تکمیل کنیم. مثلا من اینجا ایسر رو میدم، میبینید ایسر لنوو ایسوس MSI همش رو اینجا برای من آورد. اما خود ایسر چون انتخاب شده بود باید اینجا نشون بده، فرق نمیکنه هر کدوم به خاطر ترتیبش هست. مثلا ایسوس اگه انتخاب شده بود بعد اینجا نشونش میداد که ببینه الان کدوم دسته رو انتخاب کرده. و سردستشون هم باید چی بشه؟ سردستشون هم باید بشه لپتاپ به فرض مثال. خب بیایم این کار رو در قسمت بعد انجام بدیم ببینید و بعد این صفحه رو با هم دیگه کامل کنیم. تو این چند قسمت باید به یک جایی ما این صفحات رو برسونیم. ممنون از اینکه ما رو میبینید، با ما همراه باشید.